هزار و یک شب. چون شب 675 برآمد، گفت ای ملک جوان، قریب در آن وادی همی رفت تا در میان دریا به جزیره‌ای رسید که در آن جزیره از همه گونه میوه‌ها بود. پس قریب از میوه‌های آن جزیره بخورد و از نهرهای آنجا بنوشید و ماهیان دریا گرفته همی خورد و همواره در این حالت به سر می‌برد تا 7 سال بر او بگذشت. روزی از روزها نشسته بود که از هوا 2 عفریت فرود آمدند که با هر عفریت مردی بود. چون به قریب نظر کردند گفتند تو کیستی و از کدام قبیله ای؟ چون موهای سر قریب فرو آویخته بود او را از جنیان انگاشتند. قریب به ایشان گفت من از جنیان نیستم. پس حکایت خود را از آغاز تا انجام به ایشان باز گفت. ایشان بر او محزون شدند. یکی از آن 2 عفریت به قریب گفت در همین مکان بنشین تا ما این 2 آدمیزاد را به ملک برسانیم که ایشان را در چاشت و شام خود بخورد. آنگاه به سوی تو بازگشته تو را به شهر خود برسانیم. قریب ایشان را سپاس گفت و پناه به ابراهیم خلیل برد و از خدای یگانه یاری جست. پس از آن عفریتان بر هوا شدند و قریب به انتظار ایشان بنشست. پس از 2 روز عفریت باز آمد و جامه آورده به قریب بپوشانید و او را برداشت و چندان بر هوا بپرید که آواز تسبیح فرشتگان به گوش قریب بیامد. آنگاه شهابی از آتش به سوی عفریت آمد. عفریت از او به سوی زمین بگریخت و در میانه عفریت و زمین 100 ذراع بیش نمانده بود که شهاب او را بگیره. در حال خاکستر شد و قریب فرود آمد و به دریا اندر افتاد. مقدار 2 قامت در آب فرو رفت. پس از آن از آب بیرون آمده تا 2 روز بر روی آب شنا می کرد تا اینکه بازوانش برنجید و هلاک را یقین کرد. چون روز 3 برآمد کوهی بلند پدید شد. قریب به سوی آن کوه بر آمد و از گیاهان آن کوه بخورد. 1 شبانه روز در آنجا براسود. پس از آن به فراز کوه رفت و بدان سوی کوه فرود آمد و 2 روز همی رفت تا به دروازه شهری بزرگ رسید. دربانان برخواسته او را بگرفتند و به نزد ملکی شهر بیاوردند و آن ملکه جانشاه نام داشت و 500 سال عمر کرده. هر کس که به آن شهر در می آمد ملکه او را 1 شب پیش خود نگاه می داشت و او را به درامیختن با خود دعوت می کرد. پس از آنکه کار به انجام می رسید او را می کشت و خلقی بسیار بدان سان کشته بود. چون قریب را به نزد ملکه آوردند ملکه او را بپسندید و حسن او را خوش داشت. به او گفت نام تو چیست و از کدام شهری و در کدام ملت هستی؟ گفت نام من قریب و پادشاه عراقم و دین من اسلام است. ملکه گفت از دین خود بدر شو و به دین من آی تا من تو را شوی خود گیرم و پادشاهی تو را دهم. قریب خشمالود به سوی او بنگریست و به او گفت نفرین حق بر تو و بر دین تو باد.
ملکه بانگ بر وی زد و به او گفت سنم مرا دشنام همی دهی که او از عقیق سرخ و با در و گوهر مرصع است. پس از آن ملکه با خادمان گفت که این را در بتخانه در زندان کنید، شاید دلش نرم شود. پس او را در بتخانه حبس کردند و درهای بتخانه ببستند. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.